الان توی ایمیلاتون یه چیزی باید ببینین. یه فایل اینه. و اینا رو من مرتبم تغییر میدم. فعلا این فایلی که فرستاده شده اون رو ببینین. و بعد تغییر یافته هرم پشت سر که میفرستم جایگزین بکنین با اون فایلی که دارین. و ببینیم چی میشه. یه مقدمه من روز پیش گفتم که در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20 فیزیک چی بود و فیزیکدانان نظرشون راجع به مباحث فیزیک چی بود. حالا و به خصوص تأکید کردم مهمتر از همه و جا افتاده ترین بخش از فیزیک اون روز عبارت بود از مکانیک نیوتونی و الکترومغناطیس کلاسیک. حالا مکانیک رو من امروز دوره میکنم برات مبانیش رو و پشت سرش الکترومغناطیس رو مبانیش دوره میکنم و تضادهایی که بین این دو دیسپلین فیزیک به وجود آمده در اون زمان اونا رو اشاره میکنم و برای رفع این تضادها نسبیت خاص رو یه دوره میکنم براتون و چند تا از کاربردهای سادهش رو براتون میگم. خب مکانیک کلاسیک قانون حرکت نیوتون F مساوی MA. اگر به جرمی مثل M نیروی وارد بشه شتاب A میگیره، این متناسب است با نیرویی که بهش وارد میشه. حالا این نیرو، این فرمول در دستگاه مختصات لخت باید نوشته بشه. دستگاه مختصات لخت تعریفش اینی که شتاب نداشته باشه. وقتی که میگیم شتاب نداشته باشه باید یه دستگاه رفرنس دیگه داشته باشیم، یه دستگاه مرجع داشته باشیم که مطمئن باشیم که اون حرکت نمیکنه. و اون وقت این دستگاهی که ما انتخاب کردیم نسبت به اون یا ساکنه یا سرعت ثابت داره و شتاب نداره. ولی به اینجایی که میرسیم اون کدام دستگاه مرجعی که ساکنه میمونیم. فرض زمان نیوتن این بود که بله تمام عالم از چیزی به نام اتر پر شده و این اتر ساکنه و هر چیزی که میبینین در این اتر غوطه‌وره. اگر حرکت هم میکنه در این اتر حرکت میکنه. خب این اتر هم روز پیش اشاره کردم. اگر زمین آسمان رو پر کرده و ما ستاره ها رو میبینیم لابد یه چیز لطیفیه که نور ستاره ها ازش رد میشه. اگر میبینیم که نور ستاره از آب و از شیشه و از اینا میگذره لابد اتر از اینها هم میگذره. یعنی فقط از خلع میگذره، از محیط های مادی شیشه و آب و این چیزا هم میگذره، از هوا میگذره وقتی که از جو زمین میخواد رد بشه. و وقتی که میپرسیم خیلی خوب از کجا بفهمیم که این اتر وجود داره یا نه، چون داریم فیزیک صحبت میکنیم دیگه، فیزیک از مشهودات صحبت میکنه، از اون چیزی که بتونیم از هر حکمی صادر میکنیم باید بتونیم به طور مشاهداتی دفاع کنیم ازش، نشون بدیم. از کجا بفهمیم که اتر وجود داره؟ خب یه راهش اینه که ما میدونیم زمین دور خودش حرکت وضعی داره، دور خورشید حرکت انتقالی داره
و اون وقت در این حرکت ها وضعش نسبت به اتر تغییر میکنه. اگر اتر ساکن زمین الان دور خورشید اینجوری میچرخه و سرعتش به این وره، 6 ماه بعد به اون وره. بنابراین باید بتونیم این تفاوت سرعت رو پیدا بکنیم. ولی هیچ کدام از تمهیداتی که برای پیدا کردن سرعت زمین در داخل اتر تعبیه شد در پایان قرن 19 هیچ کدام جواب نمیداد، جواب مثبت نمیداد. به عبارت دیگر اتر خودشو نشون نمیداد. با همه اینها فرض کنیم که دستگاه لخت وجود داره و این معادله را ما میتونیم درش بنویسیم. فرض تقریبی بدی هم نیست، برای اینکه اگر یه دستگاهی بخواد شتاب بگیره باید بهش یه نیروی وارد بشه. این نیرو از طرف اجرامی که در اطرافش هست وارد میشه. اگر به قدر کافی از این اجرام دور باشیم این نیرو هم ضعیف خواهد بود، شتاب هم ضعیف خواهد بود و ما میتونیم بگیم که نزدیک شدیم به دستگاه مختصات لخت. بنابراین اگر در یه جایی بین ستاره ها و دورتر از هر ستاره دیگری، هر چقدر دورتر بهتر، یه دستگاه مختصات فرض بکنیم، میتونیم بگیم که اون تقریبا دستگاه مختصات لخته و به درد کارهای روزمره ما میخونه. مطمئنا دستگاه مختصات رو کره زمین نصب میکنیم، دستگاه مختصات لخت نیست. برای اینکه زمین حرکت دورانی داره و شتاب حرکت دورانی داره. ولی خب این شتاب رو حساب بکنیم برای کارهای روزمره اونقدر زیاد نیست. شتاب دستگاه مختصات که توی این اتاق نصب بکنیم عبارت خواهد بود از آر اومگا دو. درسته؟ اومگا دوران زمین باشه، آر عرض جغرافیایی رو اگر من اسمشو بگذارم لامدا، آر سینوس لامدا اومگا دو. سینوس لامدا رو فهمیدین از کجا میارم؟ رو خط استوا باشه این آر اومگا دو شوه زمین، ولی در عرض جغرافیایی لامدا باشین فاصله تا محور دوران زمین آر سینوس لامدا است. آر کوسینوس لامدا. آر کوسینوس لامدا. بله. یه لامدا را از استوا بسنجم. اگر زاویه قطبی بسنجیم سینوس. این شتاب رو اگر مقایسه بکنید با شتابی که اتومبیل میگیره با گاز دادن، فوق‌العاده کمه. و بنابراین در مدت مسافرت از این سر زنجان تا اون سر زنجان مدت کوتاهی دیگه این تأثیر این شتاب کم هم قابل اغماز میتونه باشه برای ما. تعریف دستگاه مختصات لخت هم تعریفش داریم، ولی این اشکال ایراد منطقی هم داریم که دقیقا نمیتونیم نشونش بدیم. تقریب میتونیم نشون بدیم. خیلی خوب، این اساس مکانیک نیوتونی. و اما نیرو، نیرو در برای اون چیزی که برای نیوتون شناخته شده بود اینکه یه ریسمو ببندی به سنگ بکشید با یه نیروی، یه فنر بهش آویزون بکنید، یا نیروی جاذبه زمین باشه روی اجسام، اون چیزی که مثلا در حرکت آونگ میبینید. وقتی این معادله رو حل میکنین و چیز میکنین، دستگاه لخت بیشتاب تعریف میشود، مفهومی انتزاعی است و تحقق هم تنها به تقریب ممکن است. چه دستگاه مختصات که روی زمین، روی خورشید، در فضای میان ستاره ای و میان سیاره ای و یا هر جای کیهان نصب شوند، کم و بیش تحت تأثیر گرانش اجرام دور و نزدیک
هستند. اون وقت دستگاه مختصات لخت ترانسفورمیشن از یک دستگاه لخت به دستگاه لخت دیگر رو دفعه پیش نوشتم. این دستگاه اکس باشه، او باشه، این یکی او پرایم باشه، در زمان تی مساوی با صفر او پرایم روی هم باشن، میبرد هم موازی هم بگیریم برای سادگی، ولی میتونیم بچرخ کنیم. این فاصله عبارت خواهد، اگر این سرعت وی هست، عبارت خواهد بود از وی تی. در تی مساوی با صفر این روی اینه. حالا یه جرمی در اینجا من در نظر بگیرم، ام اون جرم، و مکانش اینه، اکس اسمشو بگذارم، برای این یکی مکانش اکس پرایمه، و از این مثلث میبینین که اکس مساوی اکس پرایم به علاوه وی تی. اون تیر هم تی پرایم برای اون شخص اندازه گیری اگر بشه تی پرایم بگذارم. اون وقت سرعت اینو یو بگذارم، وی رو نگه بدارم برای یه چیز دیگه، وی یو. اون وقت سرعت این عبارت است از dx به dt برای این شخص، و سرعت این نسبت به این عبارت است از dx پرایم به dt، و از این مشتق بگیرین v مساوی v پرایم به علاوه u، و شتابش عبارت است از یه بار دیگه از این مشتق بگیریم و a مساوی a پرایم. بنابراین شتابی که نیوتن به کار میبره تحت این ترانسفورمیشن اینوریانت، تغییر نمیکنه، از اون در تمام دستگاه مختصات لخت یکسان خواهد بود. وقت تی هم که مساوی تی پرایم گرفتم، ترانسفورمیشن معکوس خیلی ساده از این میتونیم به دست بیاریم، x پرایم مساوی x منهای یو تی، v پرایم مساوی v منهای یو، و a پرایم مساوی با a، t پرایم مساوی با t. این ترانسفورمیشن معکوس. حالا M رو در تعریفش بگیم که جرمیه که این شخص اندازه میگیره و اون O اندازه میگیره و O پرایم اندازه میگیره. روزمره ما این M و M پرایم رو یکسان میگیریم. این رو چه من حرکت بکنم اندازه بگیرم جرمشو، یا شما که ساکن نشستین جرم این رو من به نحوی که من دست من حرکت میکنم اندازه بگیرید، فرقی نمیذاریم بین این دوتا. اما نیرو خب اگر یه فنر ببندیم بهش نیرو وارد بکنیم، اون ضریب فنر برای این شخص و این شخص هر دو یکسانه و برای هر دو به یه اندازه باز خواهد شد، بنابراین اون F و F پرایم یکسانه. اگر نیروی گرانش بگیرین، این خواهد گفت که نیروی mg بهش وارد میشه، این یکم همونو خواهد گفت. اگر یه سنگی بزنین به اون، سنگ به اون نیرو وارد بکنین، نیروهای تماس بین دو جسم، اونها هم هر دو رو یکسان میگیرن. پس بنابراین
میتونیم بگیم که در این فرمول M مساوی M پرایم، F مساوی F پرایم، بنابراین قانون حرکت جدید خواهد شد M پرایم A پرایم مساوی F پرایم. این فرمول عین اون فرموله، این فرمول عین اون فرموله، و این رو با این زبان ریاضی بگیم، قانون حرکت نیوتن در تحت تبدیلات گالیله اینوریانت ناورد است. قانون حرکت نیوتن تحت تبدیل های گالیله ناورد است. البته مکانیک کلاسیک نیوتن یه قانون نیرو هم داره، نیروی گرانش. اون من صحبت نمی کنم، اون معایب زیاد داره. قانون گرانش نیوتن عیبای خیلی بیشتر از این قانون حرکت داره. صحبت قانون حرکت نیوتن می کنم. خب حالا چند تا از اینا میتونیم پیدا بکنیم از این دستگاه ها؟ بی‌نهایت. و پارامتری که اینها را از همدیگه متمایز میکنه کدامه؟ یو. خود یو سه مؤلفه داره، بردار و سه مؤلفه داره. به ازای هر ترانسفورمیشن یه ترانسفورمیشن معکوس وجود داره و یه ترانسفورمیشن واحد هم وجود داره که شما یو رو بگذارین صفر، کاری نکردین دیگه، نه؟ اکس مساوی اکس پرایم و مساوی زد مساوی زد پرایم خواهد شد. اگر دو تا ترانسفورمیشن پشت سر هم بدین، یه دابل پرایمی هم بگین، نسبت بدین، با سرعت یو پرایم حرکت بکنه، وقت او دابل پرایم نسبت به او با جمع بکنین، با چه سرعتی حرکت خواهد کرد؟ یو علاوه یو پرایم. خب این چهار خاصیت که شمردم، هر ترانسفورمیشن معکوس داره، یه ترانسفورمیشن واحد دارین و دو ترانسفورمیشن پشت سر هم، یه ترانسفورمیشن جدیده، خاص گروهه که من تعریف کردم. گروه که وقتی تعریف میکنی، گروه عبارت است از مجموعه از چیزایی که بین هر جز یک رابطه وجود داره، که در اینجا رابطه همین رابطه که می نویسم، که اون رابطه رو بگیم عمل ضرب. خیلی نگران نباشیم من اسم این رو ضرب می ذارم، به طور مجرد میخوام گروه رو تعریف بکنم. بین هر دو عضو مجموعه یه رابطه وجود داره که اون رابطه رو اسمش، که از طریق اون رابطه یه عضو دیگر میاد، به دست میاد. الان از طریق این روابط ما اگر x رو داشته باشیم x پرایم وجود میاریم، x پرایم داشته باشیم x وجود میاریم. به ازای هر عضو یه عضو معکوس وجود داره و به ازای یه عضو معکوس وجود داره و یه عضو واحد وجود داره، چهار تا خاصیت، اینا رو میگیم گروه. مجموعه ترانسفورمیشن های گالیله یه گروه تشکیل میدن، یه گروه پیوسته تشکیل میدن. یعنی شما به طور پیوسته میتونید از او به او پرایم برسین
با تغییر پیوسته اون مؤلفه‌هاییو. یه گروه پیوسته پارامتری که این پارامتر هم میتونه از منهای بینه تا والا بینه تغییر بکنه. مؤلفه‌هاییو از منهای بینهایت تا بلاوی بینهایت میتونن تغییر بکنن. بنابراین خلاصه بکنم، معادله نیوتن تحت ترانسفورمیشن های گالیله ناورده است. ترانسفورمیشن های گالیله یک گروه تشکیل میده، یک گروه سه پارامتری پیوسته. خب حالا که از گروه صحبت میکنیم، من چند تا مثال دیگه از گروه بیارم که با این اصطلاح آشنا بشین. فعلا اینا رو بذارم کنار. بله. این تیم سایتی پرایم رو معمولا توی ترانسفورمیشن گالیله نمیاد. هست. زمان رو فرض کنیم. اینطور. زمان به ناظرین لخت مطلقه. ساعت هستن یکسان کار میکنه. یکی از فضامونه. بله. خب. خیلی گروه رو تعریف بکنم. یه مجموعه از A و B و C و اینا به ازای یه عمل ضرب تعریف بکنم، A B مساوی با C و یک A ظاهر A ماینس یک تعریف بکنه معکوس که اگر به خودش ضرب بشه بده یک. قبلا میباز تعریف میکردم عنصر واحد به A ضرب بشه چه از این طرف چه از اون طرف، این مساوی با A. و اگر سه تا پشت هم داشته باشیم این رو میتونیم اینطور تعبیر بکنیم. A رو C رو بگیریم، بعد B رو به A ضرب بکنیم این، یا اینکه A رو بگیریم B رو ضرب بکنیم به C و بعد ضرب بکنیم. شرکت پذیری در چیزه. مثلا شما 4 ضرب در 5 ضرب در 6 رو میتونیم بگین که 20 ضرب در 6، میتونیم بگین 4 ضرب در 30. هر دو درست. نمونه اینه. 4 تا خاصیت شد. 1 2 3 4. یه چند تا مثال بدم از این. لازم نیست همیشه این ترانسفورمیشن باشه. اعداد مثبت و منفی تحت عمل جمع یه گروه تشکیل میدن. اعداد مثبت و منفی تحت عمل جمع یه گروه تشکیل میدن. 1 2 3 تا بی نهایت و منهای 1 منهای 2 تا 3 و 3 رو حساب بکنیم. حاصل جمع هر دو عضو یکی از این اعداده. 5 منهای منهای 30، 5 بلاوی منهای 30 چهار میشه منهای 24 که خودش در گروه. اون وقت هر عضوی معکوس داره. 6 معکوسش چیه؟ واحدش کنمه
بعدش؟ صفره. پنج به علاوه صفر مساوی صفر به علاوه پنج مساوی پنج. اعداد صحیح و معکوسشون یا اعداد منطق n بر m این عدد صحیح باشه، m هم عدد صحیح باشه، مجموعی اینها بعد عمل ضرب، ضرب معمولی گروه تشکیل میدن. n ضرب در n امون ضرب در n n پرایم امو m پرایم هم مستثبا n m mm prime. خود این در همین گروهه، درسته؟ هر گروه یه معکوس داره mn معکوس n، اگر به n mm ضرب بشه یک میده و چه از چپ ضرب بشه چه از راست. من گفتم N و M اعداد صحیح باشن از منهای بینت و بلا بینت. مثلا من منظور این همین گروه مثالی G که مثال دادید، فرض کنید A مساوی B عضو گروه نباشه، وقت این گروه نیست، این تعریف گروه مختل میشه. A مساوی نمیفهمم گروه بسته میخواین صحبت بکنین؟ فرض کنید گروه بسته نباشه. گروه بسته میخواین صحبت بکنین دیگه، میتونم اون رو بدم. تعداد اینها معدود باشه. این تقارن داره، حول این محور، حول این محور و حول این محور، سه تا تقارن. شما از این سه تقارن استفاده بکنید. سه یه گروه سه عضویه، پیوسته هم نیست، عضو بیشتر نداره، اونا پیوستن. نه باشید، اینا که من حرف کردم اینا پیوسته نیستن، چون اعداد صحیح رو دارم میگم. این یه گروه سه پارامتری، ببخشید، یه گروه سه عضویه. من بله مثلا ما میگیم یک ضرب در شیش میشه شیش، به این یک باید بگیم عضو واحد یا عضو خونسا؟ عضو واحد خونسا نه. صفر چی؟ صفر از در بیارین از توی این، صفر عضو این گروه نیست، صفر عضو این گروه نیست. یک دو سه تا بی‌نهایت و منهای یک منهای دو منهای سه تا بی‌نهایت، صفر وردارین ازشون، عضو اون گروه نیست. خب اینا مثال های ساده هست، ولی چطور به این گروه نگاه بکنید؟ کوسینوس فی منهای سینوس فی سینوس فی کوسینوس فی، فی یه زاویه بین صفر و پی و کوسینوس دوی فی به علاوه سینوس دوی فی هم مساوی با یک. ماتریس های دو در دو که دترمینانشون یک باشن، ماتریس های دو در دوی حقیقی که دترمینانشون یک باشه، اینا یک گروه تشکیل میدن تحت عمل ضرب
ماتریس، ضرب ماتریس. یعنی خب حالا مسئله میدم بهتون، این مسئله رو حل بکنید. ببخشید قبل از اون یه خورده توضیح بیشتر بدم. این گروه از رفتن، برای رفتن از یه عضو به عضو دیگر یه پارامتر داره در اونجا. اون پارامتر کدومه؟ خودفی. خودفی در بازه 0 و 2 پی تغییر میکنه. از منهای بینهایت تا بالا بینهایت نیست، مثل وی ترانسفورمیشن گالیله. این ماتریس ها تحت قابل ضرب ماتریسی یک گروه تشکیل میدن و کوسینوس فی یک نشان دهید. این الان مسئله است. نشان دهید کوسینوس فی یک منهای سینوس فی یک، سینوس فی یک کوسینوس فی یک ضرب در یه دومی کوسینوس فی دو منهای سینوس فی دو، سینوس فی یک فی دو کوسینوس فی دو. این یک گروهی، یه عضویه کوسینوس فی یک به علاوه فی دو منهای سینوس فی یک به علاوه فی دو، سینوس فی یک به علاوه فی دو کوسینوس فی یک به علاوه فی دو. و این یکی از اعضای گروه دیگه، یکی از اعضای گروهه، پارامتر شده از فی یک به علاوه فی دو. یه مثال دیگه بدم. ماتریس های با اعداد مختلط A B منهای B ستار و B ببخشید A A ستار A و B مختلطن و این دترمینانش، دترمینان این عبارت است از A A ستار به علاوه B B ستار. حالا من یه شرط میگذارم، ماتریس های مختلف دو در دو که دترمینانشون یک باشن. نشان دهید که گروه تشکیل میدن تحت عمل ضرب ماتریسا، گروه تشکیل میدن. چهار تا خاصیت رو باید براش چیز بکنید. ماتریس واحدش کدومه؟ عضو واحدش یک، صفر، صفر، یک. چون اعداد مختلط، اعداد حقیقی شامل اعداد مختلط، اعداد مختلط شامل اعداد حقیقی هم میشن دیگه. چند تا پارامتر دارین در اینجا؟ نه نه چرا سه تا؟ باریکلا. A یه قسمت حقیقی داره، یه قسمت مجازی داره. B هم همینطور. پس بنابراین چهار عدد اونجا داریم. ولی بین اون چهار عدد این رابطه است. بنابراین سه تا میمونه. این ماتریس رو تشخیص میدین کجا دیدین؟ کجا دیدین؟ دوران دستگاه مختصات، مثلا حول محور زدها در صفحه ایکس وای. این ماتریس کسی میدونه کجا دیدین؟
کوانتوم فصل سه، من اگه ندونم کدوم کوانتوم کدوم فصل شو داریم میگه. بله این مدرسه های یونیتریه و مدرسه های پارلی از این هستن. مدرسه های پارلی سیگما یک، سیگما دو، سیگما سه یه عضو از اینها هستن. A و B دامنه هاشون چقدره؟ تغییره، بازه تغییراتشون. A real بازه تغییراتش چی ممکنه باشه؟ ها؟ ها؟ چی؟ یک میتونه باشه. چرا این را جواب میدین؟ برای اینکه دترمینان باید یک باشه. ببینید ساده ترین حالت اینه. شما بگید که A قسمت حقیقیش، قسمت مجازیش صفر، قسمت حقیقیش و اینم صفر، قسمت حقیقیش حد اکثر این میده یک یک. کامپلکس شما همینطور. و مال بی هم همینطور. بازه قسمت های حقیقی و کامپلکس ای و بی بین صفر یک. ای ریل، ای ایمجینری، بی ریل، بی ایمجینری. در این بازن در از ضرب دو تا از این ماتریس ها یه ماتریس یونیتری بده. اینا رو بگیم ماتریس ها یونیتری بگیم. این ماتریس ها رو با این خاصیت بگیم ماتریس ها یونیتری. حاصل ضرب هر ماتریس یونیتری باید یه ماتریس یونیتری باشه. و تحقیق کنید که مجموعه ماتریس های یونیتری مثل هستیم بنویسه. تحقیق کنید که ماتریس های مجموعه ماتریس های یونیتری یک گروه سه پارامتری پیوسته تشکیل میده. محدوده پارامترها اینا را جا که نوشتیم بین صفر و یک. منفی یک تا صفر نمیتونه باشه؟ منفی چرا اونم میتونه باشه؟ درست؟ بله درسته؟ این گروه برخلاف مثال های قبلیم یه خاصیت بزرگ، یه تفاوت بزرگ داره. جی یک یکی از اعضای گروه، جی یک، جی یک ضرب در جی دو مساوی جی دو ضرب در جی یک نیست. ترتیب ضرب رو نمیتونی عوض بکنید. در این گروه اگر جی مجموعه اینها باشه، جی یک جی دو مساوی جی دو جی یک نیست، در صورت که در این هست. در این ببینید خودش نشون میده. اینو بنویسیم فی یک به علاوه فی دو یا فی دو به علاوه فی یک. ولی این اینطور نخواهد بود. ها؟ ماتریس واحدی داره که در این ضرب بشه، مثلا آ مساوی آ باشه، مساوی آ که خواص او رو داشته باشه، یعنی اتفاقا میفته درسته؟ برای ماتریس یک یک صفر صفر. یعنی میخواییم یه ترکیبی از این دوتا درست بکنیم که منظورم اینه که این شرح سومه تشکیل دادن گروه بود که آی
زبدر آ ماتریسه خب بشه مساوی باشه و آ زبدر آی بشه خود آ. خب نه اون به جای خودش هست، این در حالت کلی. بله اگر جی دوتون رو یک بگیرین اون صدق میکنه، ولی غیر از یک بگیرین دیگه صدق نمیکنه. خب مثلا یه زیادی میتونین پیدا بکنین. اینا چند تا مثال بود که خب یک چیز دیگه هم بگم. این ماتریس رو نگاه بکنید. کوسینوس هیپربولیک یه زتا، سینوس هیپربولیک زتا، کوسینوس هیپربولیک زتا، سینوس رو بخشید و کوسینوس هیپربولیک زتا. دترمینان این کوسینوس هیپربولیک زتا منهای سینوس هیپربولیک زتا به توان دو مساوی با یک. زتا یه پارامتره، دامنه تغییراتش میتونه از منهای بینت تا بلا بینت باشه. این خیلی شبیه اینه و اصلا شما اگر به جای این کوسینوس فی بنویسین کوسینوس آی زتا اونا دست میان. یه دوران موهومیه با پارامتر آی زتا، با زاویه آی زتا در یه صفحه دو بودی. این رو در چیز خواهید دید، در ترانسفورمیشن لورنتز خواهید دید که وقتی که تی و اکس رو میخواین قاطی هم بکنید، یه تی و اکس من داشته باشم، یه تی پرایم اکس پرایم، یه ناظر دیگر داشته باشه، وقت از این تبدیل اینو بخواین به اون تبدیل بکنین، اون ماتریس سرکلش پیدا میشه. و تانژان هیپربولیک زتا هم عبارت است از سرعت اون مختصاتی که حرکت میکنه. ها اینا چند تا مثال از گروه ها. و یه چیز دیگر هم باید اضافه بکنم. من در اینجا گروه های نشون دادم بهتون ناپیوسته بودن، مثل جمع، مثل اعداد صحیح در تحت عمل جمع یا حاصل ضرب اعداد منطق، اعداد گویا، اعدادی از مانند ام انوم تحت عمل ضرب به طور ناپیوسته از یه عضو میپریم به یه عضو دیگر. البته میتونین اعداد اسم و اسم رو چی میگین؟ گنگ، اعداد گنگ و اشعاری و اینا رو هم وارد بحثتون بکنید و از مجموعه اعداد چیز تحت عمل جمع یا تحت عمل ضرب گروه پیوسته درست بکنید. ولی اونایی که من تعریف کردم گروه های ناپیوسته بودن. گروه پیوسته تعریف کردم با یک، دو یا چند پارامتر. دامنه پارامتر از منهای بینایت تا بلا بینایت. گروه پیوسته ای تعریف کردم که دامنه پارامترش محدود بود، مثل اون چیز سینوس فی کوسینوس. گروهی تعریف کردم که میشد اعضاش رو، ضرب رو، عوامل ضرب رو جابجا کرد و گروهی تعریف کردم که عوامل ضرب رو نمیشد جابجا کرد. مثلا اون دو تا گروه بالا کوسینوس هیپربولیک و سینوس کوسینوس معمولی،
اونا عوامل ضرب رو میشه چیز کرد، جا به جا کرد، ولی در این ماتریس های یونیتری عوامل ضرب رو نمیشه جا به جا کرد. جی یک ضرب در جی دو مساوی جی دو ضرب در جی یک نیست. حالا نامگذاری بکنیم. گروهی رو که پارامترهای پیوسته دارن میگیم گروه پیوسته. به تعداد پارامترش، چند پارامتری. اگر دامنه پارامترها محدود باشه گروه رو میگیم گروه فشرده، گروه پیوسته فشرده، کامپکت گروه. اگر ناپیوسته باشه، اگر نامحدود باشه گروه پیوسته نافشرده بگیم. تعداد پارامترش هم میتونید ذکر بکنیم. اگر عوامل ضرب جابجایی پذیر باشن گروه رو میگیم گروه آبلی، آبل. و اگر نشد جابجا کرد گروه ناآبلی، آبلیان و ناآبلیان گروه. خب حالا بگیم ببینم اعداد صحیح تحت عمل جمع چه گروهیه؟ با این طبق بندی آبلی هست، ناپیوسته است، همین فشردگی دیگه چون پارامتر چیز نیست و اون اصطلاح به کار نبریم. اون بلایی کوسینوس هیپربولیک پیوسته است، نافشرده است و آبلی. دومی پیوسته است، فشرده است و آبلی. سومی یا چیزا پیوسته فشرده، برای که دامنه پارامترها محدود منها یک و بلاوه یک. خب و بین اینها مجموعه ترانسفورمیشن های گالیله یک گروه پیوسته سه پارامتری نافشرده آبلیه. ساعت چنده؟ 5:12. خب از مکانیک بیش از این نمیگفتم. و توجه بکنید که در بنیان اون فرمول F مساوی MA تعریف دستگاه مختصات لخت ضروریه و از نظر منطقی منطق ریاضی مشکل داریم باش، برای اینکه اون دستگاه رفرنس ساکن رو نمیتونیم پیدا بکنیم. از نظر عملی هیچ ایرادی نداریم باش، به طور تقریبی برای کارهای روزمره و غیر روزمره اون فرمول F مساوی MA دقت بسیار خوبی داره. و یادمون باشه یه موقع باید بیم بپردازیم، بالاخره با تعریف دستگاه مختصات لخت چه کار بکنیم. و اینم در مبحث نسبیت خاص نخواهد آمد، باید بریم به نسبیت عام و اونجا یه کاری بکنیم که اصلا نیازی به این تعریف نباشه. خیلی فرضای دیگر هم هستم. اون M از یه دستگاه مختصات لخت به دستگاه مختصات لخت دیگه تغییر نمی کنه و F تغییر نمی کنه.
این اینا هم هست. ام تغییر نمیکنه، اف تغییر نمیکنه و ای ترانسفورمیشنشی که جلوی چشمون بگذاریم، برای تغییر نکردن ای جلوی چشمون میتونیم بذاریم ببینیم. و اما اینکه ام تغییر نکنه یا اف تغییر نکنه، باید به یه نحوی قبول بکنیم، بهش ایمان بیاریم. غیر از ایمان راه دیگری نداریم بهش برسیم. خب برسیم به الکترومغناطیس. الکترومغناطیس دیروز اشاره کردم، داستان بسیار دلکش نسبیت خاصه، یا وارونه بگم نسبیت خاص داستان بسیار شیرین الکترومغناطیسه. الکترومغناطیس رو ببینیم چطوری یاد گرفتیم. میگیم که بار الکتریکی وجود داره و بار الکتریکی اگر حرکت بکنه جریان الکتریکی میده وقت بارهای الکتریکی همدیگر رو جذب میکنن، به هم نیرو وارد میکنن، یه دفع میکنن. این رو با این زبان ساده نمیگیم، میگیم که یه بار گذاشتین در اینجا، در اطراف خودش یه میدان الکتریکی ایجاد میکنه. حالا اگر بار دوم رو در اینجا گذاشتین، میدان الکتریکی موجود در اون نقطه به این بار نیرو وارد میکنه، یه خورده پیچیده‌تر میکنه. بالاخره باید برای اولین بار وقتی که این رو میخوام به یه بچه یاد بدین، شاید به ذهنش برسه خب من یه بار الکتریکی اینجا گذاشتم، یکی هم اینجا گذاشتم، آخه چگونه این دوتا وسطشون هم هیچی نمیبینم، چطور اینا به هم دیگه نیرو وارد میکنن؟ و اگر به ذهن بچه امروزی نرسه، برای اینکه قبلا ذهنشو پر کردیم با خیلی از مفاهیم شناخته شده، ولی برای زمان نیوتن و خود نیوتن مطرح بود. چطور میشه که این جسم و این جسم دور از هم روی همدیگه تأثیر بگذارن؟ محیط کدامه که این اثر رو منتقل میکنه؟ و اتر، داستان اتر درست به این خاطر روز اول پیشنهاد شده، نه به خاطر مکسول که امواج الکترومغناطیس رو چیز بکنه، منتشر بکنه. خب در حال به تجربه میدونیم که بار الکتریکی روی بار الکتریکی دیگر نیرو وارد میکنه. نیرو رو بگیم که یکی از بارها در اطراف خودش یه میدان ایجاد میکنه، یعنی خاصیت فضا رو عوض میکنه. اگر در این اتاق هیچ باری نباشه، بار الکتریک، فضا یه خاصیتی داره، ولی به محض اینکه یه بار الکتریک اینجا گذاشتین، خواص این فضا عوض شده، دیگه ایزوتروپیک نیست، دیگه شاید همگن نیست، دیگه فضایی که برای مختصات کالیله انتخاب میکنیم همگن است و ایزوتروپ است. ولی وقتی که باری رو میگذاریم، دیگه این خاصیت همگنی و ایزوتروپی اقلا برای بعضی مصارف از دست رفته، مثلا برای مصارف الکتریکی از دست رفته وقتی که بار الکتریکی میذارید در یه چیم. خب بار الکتریکی در اطراف خودش میدان الکتریکی ایجاد میکنه و هر باری در میدان الکتریک قرار بگیره بهش نیرو وارد میشه. این یک چیز تجربی.
بگیم قانون کولون. دوم، حرکت بار الکتریکی جریان الکتریک ایجاد میکنه و جریان الکتریک در اطراف خودش یه خاصیتی به نام میدان الکتریک، میدان مغناطیس ببخشید، ایجاد میکنه، اسمشو بگذاریم قانون آمپر. و اگر در میدان مغناطیس یک جریان الکتریکی دیگر بگذاریم، بهش نیرو وارد میشه. یه سیم اینجا بگذارین، جریان ازش رد بکنین، یه سیم دیگه اینجا بگذارین، جریان ازش رد بکنین. این دوتا همدیگر رو یا جذب میکنن یا دفع میکنن، بسته به اینکه جهت جریان ها کدامه. اگر میدان الکتریک تغییر، اگر میدان مغناطیس تغییر بکنه، میدان الکتریک ایجاد میشه. قانون فرادی به این صورت گفته میشه، یه حلقه فلاکس مغناطیسی ازش که رد میشه تغییر بکنه، در این حلقه جریان الکتریک ایجاد میکنه. حالا حلقه رو زوایدش رو حذف بکنید، بگیم که در یه مغناطیس من دستم داشته باشم حرکت بدم، در اطرافش میدان الکتریک ایجاد کرده. بخشی از قانون فرادی، آزمایش فرادی خیلی ساده‌تر از این بود. یه حلقه هادی مسی مثلا، فلاکس مغناطیسی ازش رد بشه، میدان الکتریک ایجاد میکنه، ببخشید جریان ایجاد میشه در حلقه. جریان یعنی حرکت بارها. بارها اگر بخوان حرکت بکنن، باید نیرو بهشون وارد بشه. نیرو به بار اگر بخواد وارد بشه، باید میدان الکتریک وجود داشته باشه. به این خاطر میگیم که میدان مغناطیس تغییر بکنه، میدان الکتریک ایجاد میکنه. بخشی از قانون فارادی، قانون الغای فارادی. و عکسش هم درسته. میدان الکتریکی اگر تغییر بکنه، میدان مغناطیسی ایجاد میشه. این افسوده مکسوئله. شما یه قانون آمپر، یه قانون کولوم میشناسین، یه قانون آمپر میشناسین، یه قانون فارادی میشناسین. که اولی میگه بار الکتریکی میدان الکتریک ایجاد میکنه. قانون آمپر میگه جریان الکتریک میدان مغناطیسی ایجاد میکنه. قانون فرادی میگه که میدان مغناطیس تغییر بکنه، میدان الکتریک ایجاد میشه. و عکسش که میدان الکتریک اگر تغییر بکنه، میدان مغناطیس ایجاد میشه، این افسوده چیزه، مکسوئله. و این ضرورت این افسوده هم به این خاطره که اصل بقای بار مراعات بشه، نقض نشه. بدون این اصل بقای بار نقض میشه. قانون کولون، قانون آمپر، قانون فارادی، پیوستگی بار و جریان الکتریکی. بی‌معنا بار الکتریکی رو شما نمیتونید از بین ببرید و نمیتونید از هیچ ایجاد بکنید. بار الکتریکی مثبت و منفی رو میتونین کنار هم بگذارین، هم دیگر رو بخورن و چیز بشه، ولی از هیچ یه بار مثبت درست بکنید نمیتونین. یه بار مثبت رو به کل شما از بینش ببرین و هیچی نمونه، اونم نمیتونین انجام بدین. خب اینا رو چطور بنویسیم؟ چگالی بار تعریف میکنم. رو تابعی از اکس و تی. منظورم از این اینه، یه فضایی دارم، یه دستگاه مختصات اکس و وای زد در اینجا گذاشتم، یک واحد حجم در اینجا در نظر بگیرم
مقدار بار الکتریکی که اون تو وجود داره در لحظه تی، اون رو اسمش رو بگذارم روی اکس. اون بردار اکس هم مکان اینه. اگر حجم این رو بگیرم دی وی، بار موجود در این دی کیو رو خواهم نوشت رو دی وی. بنابراین رو تعریفش میشه بار موجود در نقطه اکس در زمان تی در واحد حجم. اون حجم من گرفتم دی وی، کوچک گرفتم. اون وقت در همین نقطه، در همین نقطه اگر ببینم، اگر یه نقطه دیگه بگیرم قاطی اون نشه، اگر یه جریان الکتریکی در این جهت باشه اسمشو بذارم جی، معنای این جی اینه اگر یک سطح کوچک در اینجا بگیرم عمود بر امتداد جریان اسمشو بگذارم دی اس، میزان باری که در زمان دی تی از این دی اس رد میشه عبارت است از جی دات دی اس. بذار شکلم عوض بکنم. این جریان جیه، این بردار عمود بر اس اندازش به اندازه مساحت خودش عمود بر اون صفحه است. میزان باری که از این سطح دی اس در زمان دی تی میگذره عبارت است از جی دات دی اس دی تی. خب پس یه جی هم تعریف بکنه. جی یه بردار سبودیه، معنیش فهمیدیم. یه میدان الکتریکی به تب وجود خواهد داشت اسمشو بگذارم ای، در یه نقطه، در هر نقطه اینجا جی در نقطه اکس، این اکس برای جی الان اینه. یه بود در هر نقطه از فضا و در هر لحظه از زمان یه بردار ای داریم، یک بردار بی داریم اکس و تی، اینو بگیم بردار الکتریک، اینم بگیم بردار مغناطیس. اینا کمیت هایی که باشون سر کار داریم. تعریف ای و بی رو خوب بفهمیم. اگر در نقطه ای، در یه نقطه اکس که جریان الکتریک وجود داره، میدان الکتریک وجود داره، بار دی کیو بگذارین چقدر نیرو بهش وارد میشه؟ دی اف مساوی دی کیو ای ضرب در دی کیو. و اگر این جی در این نقطه که بی وجود داره یک جریان بگذارم، دی اف که بهش وارد میشه عبارت است از بی کراس جی. بذاریم یک سیوم گمانم اونجا بگنجنم. سی سرعت نور نیست. سی در اینجا به عنوان سرعت نور معرفی نمی کنم. یه پارامتری است بر حسب واحدهایی که انتخاب کردیم برای هم سی. حالا اتفاق میفته بعدم برابر است با سرعت نور. اون یه داستان دیگری. ولی این به عنوان سرعت نور در اینجا وارد نشده.
بر حسب واحدهایی که انتخاب کردیم را از بهشم صحبت خواهم کرد. سی یه عددی در آمده سه ضرب در ده به توان منهای ده سانتی متر، سه ضرب در ده به توان ده سانتی متر. خب حالا چه رابطه بین این چهار کمیت مخصوصا وجود داره؟ یکی قانون کولونه. از قانون کولون این استنباط رو میکنیم. قانون کولون رو بدین دست گاوس، اون وقت براتون این فرمول رو به دست میاره. دیورژانس ای مساوی چار پی رو. بله. و قانون آمپر، کرل بی مساوی نه منهای یک سیوم دی ای به دی تی مساوی چهار پی سیوم جی. ببینید جی اینو نبینین، اون میگه که اگر جی داشته باشین بی دارین. بخشی از قانون آمپر. این یکی میگه که اگر جریان نداشته باشین خود ای رو تغییر بدین، اون معادل یه جریانه. وقت این اینه افسوده مکسولینه، این جمله است. اگر جریان هم نباشه ولی میدان الکتریکی وجود داشته باشه، اون میدان الکتریک رو تغییر بدین، میدان مغناطیس در دور بر ایجاد میشه. بر طبق این رابطه، این معادل جریانه. اینو ببریم به این سمت، چهار پی هم بهش ضرب و تقسیم بکنید و اسمشو بگذارید جریان مکسول یا جریان جا به جایی شناخته میشه، دیسپلیسمنت کارنت. خب این دوتا از قانونا که مبنای مشاهداتی دارن، هر دو مشاهدات آمپر ببخشید کولون، این دیگه مشاهدات آمپر و این دیگه افزوده مکسول. یه چیز دیگر این الان ایو بیو جی رو دارم. تک قطبی مغناطیسی در دیده نشده، نه در آزمایشگاه نه در طبیعت. باز از این استنباط میکنه دیورژانس بی باید صفر باشه. شما انواع طبیعی میتونید پیدا بکنید، سنگای منیتی تو از یه جای گیر بیارن انواع هست، ولی همیشه دو قطبی هست. انواع یا انواع درسته رو بشکنین نصف انواع به دست نمیارین، دو تا انواع کوچک به دست میارین. یا تو از مشکا میتونید انواع درست بکنید، یه سیم پیش درست بکنید و جریان رد بکنید، اروا میشه. این هم دو قطبیه، تک قطبی نمیتونین درست بکنید. و این رو به این صورت میگیم دیورژانس بی مساوی با صفر. ندیدیم. ببینید اینا مبانی تجربی و مشاهداتی دارن. تک قطبی مغناطیسی تا به امروز ندیدیم. خب و یک رابطه دیگر شبیه این، این دفعه جای ای و بی رو عوض بکنید، کرل ای
به علاوه یک سیوم دی بی به دی تی مساوی با صفر. این قانون فارادی بی بر حسب زمان تغییر بکنه میدان الکتریکی ایجاد میشه و بار الکتریکی رو نمیشه از بین برد. اگر در اینجا من یه حجمی بگیرم حجم شد داخل این یه باری بگذارم و از این سطوح شیشگانه مکعبی که من کشیدم جریان بخواد بره بیرون، میزان باری که از این میره بیرون، این فرمول نگاه کنید، J.T.S. در هر ثانیهش میگیرم و میزان با اینطور بگم، میزان باری که هست رو دیویه، میزانی که بیرون میره J.T.S. روی سطح اون، این روی حجمی. تغییرات این اگر این بخواد تغییر بکنه این باید برابر باشه به منهایی. میزانی که در کم میشه از این باید برابر باشه با اون چیزی که بیرون میره. حالا این دیرو رو ببرم این زیر به این ترتیب بنویسم، به علاوه اینم تبدیل بکنم با اون یک قضایای هلمولتز چیه بنویسم دیورجنس جی، این مساوی با صفر برای هر حجمی. اگر برای هر حجمی هست لابد، اگر این حجم اختیاری هست حتما باید زیر انتگرال صفر باشه. دیرو به دیتی به علاوه دیورژانس جی مساوی با صفر. یاس بقای باره یکی از فرضامونه. واقعیت اینه که نمیدونیم، خیلی دقیق نمیدونیم که یه الکترون رو دادن دست من میتونم بارش از بین ببرم یا نه. اینکه فرض بار الکترون که همیشه ثابت بگیریم یه فرضه، اصل به عنوان اصل پذیرفتیم بار الکترون ثابت باشه و اگر اون رو فرض بکنیم، بار ذرات بنیادی منظورمه، اگر اون رو بپذیریم این معادله ازش میاد بیرون. ببینید شما اگر این، من اسمش رو گذاشتم جریان جابجایی مکسول، این رو کولون آزمایش کرده، این تیکه مساوی با تیکه آمپر آزمایش کرده، این مساوی با این علاوه مساوی با صفر فاراده آزمایش کرده، این مساوی با صفر مشاهده است که تک قطبی مغناطیسی نداریم. اینکه این جمله باید اینجا باشه برای این تا زمان مکسول هیچ آزمایشی انجام نگیره، ولی مکسول به این چهار تا معادله بدون این نگاه کردید با این معادله در تعارضه. چرا؟ من بیام از این مشتق بگیرم، از این یه کرل بگیرم، کرل بگیرم یه دیورژانس بگیرم، از این معادله یه دیورژانس بگیرم، دیورژانس بگیرم، دیورژانس کرل که صفره منهای یک سیوم جای دی به دی تی با دیورژانس عوض بکنم، مساوی چهار پی سیوم جی به جای دیورژانس ای چهار پی رو بگذارم، دیورژانس جی دیورژانس جی و به جای این چهار پی رو بگذارم
بیارم به این سمت منا نداشت. خواهم داشت یک چهار پی سیوم دیروب دیتی به علاوه دیورژانس جی مساوی با صفر. ببینید این اگر اینجا نباشه من این معادله رو نمیتونم به دست بیارم. و مکسول این رو روز اول این ناره نوشته بود، جلوی چشمش بود، ولی با این در تناقض بود. آمد این جمله رو بهش اضافه کرد. این چهارتا معادله، این چهارتا معادله، یه جفتش ناهمگنه. این طرف معادله، طرف راست معادله صفر نیست. یه جفتش همگنه. اینا رو دقت بکنید. اینا رو میگه معادلات مکسول. این معادلات یکی از جوابشون موجه. و اینو بگذاریم برای دفعه دیگه بحث بکنیم. پس دفعه دیگه که آمدم معادلات موج رو خواهم نوشت، معادلات مکسول رو و موج ازشون به دست بیارم و اون موج رو بررسی بکنیم. منطقه قبل از رفتن این نیروی که وارد میشه به ذرات و به جریان اونم بگم. اگر یه بار کیو داشته باشه، اگر در فضا میدان الکتریک و میدان مغناطیس داشته باشیم و یه ذره با بار کیو با سرعت وی حرکت بکنه، این دوتا میدان به این نیرو وارد میکنه. اف برابر است با متناسب است با کیو. در هر حال این بزرگ باشه کوچک باشه نیرو تغییر میکنه، طبیعیه. میدان الکتریک میدان متعارف خودش وارد میکنه، نیروی متعارف خودش وارد میکنه. میدان مغناطیس به علاوه یک سیوم سرعت وی ضرب در بی رو وارد میکنه. این رو میگن نیروی لورنتز. تیکه اولش در تعریف میدان الکتریک است. دیگه دومش یک سهم لورنتزه. این چهار معادله با این رابطه خواص میدان رو بررسی میکنن. مبحث الکترومغناطیس رو تشکیل میدن. اینکه ذره باردار دینامیکش چیه؟ باید به این رابطه متوسل بشین. مبحث الکترودینامیک رو تشکیل میده این معادله لورنتز. من از دو تا اصطلاح استفاده خواهم کرد. الکترومغناطیس، مبحث الکترومغناطیس و مبحث الکترودینامیک. در مبحث الکترومغناطیس از میدانهای ای و بی رابطه شون با جی و رو صحبت میکنه. در مبحث الکترودینامیک از دینامیک ذره باردار در میدان الکتریک و میدان مغناطیس صحبت میکنم. قانون حرکتمون قانون نیوتونه فعلا. F مساوی با ma. متعرفش اینه. شما یه الکترون اگر بگذارین در میدان الکتریک و مغناطیس، بنویسین که جرم ضرب در شتاب الکترون مساوی نیرو، منتها نیرو نیروی لورنتز بگذارید. اگر بار پیوسته بود من این فرمول رو برای توضیح پیوسته بار و جریان، ببینید این رو شما بیاین روی بارها برای یه حجم کوچک وی بنویسین، دیوی بنویسین، به جای کیو بگذارین رو دیوی. و برای این یکی اینجا هم همینطور رو
J.E.S. ضرب در V. خلاصه کلام به این میرسیم برای بار پیوسته. چگالی بار، چگالی نیرو، مساوی رو ای به علاوه یک سیوم جی کراس بی. برای توزیع پیوسته بار و توزیع پیوسته جریان این فرمول به این صورت به دست میاد. کافی که این رو از این اینو به دست بیاریم. خب دوشنبه که میایم مسئلاتون رو حل شده میذارین روی میز.